ما میخواییم بریم قرون وسطا. خب حالا اگر بریم قرون وسطا در اروپا چه وضعیتی خواهیم داشت؟ به احتمال زیاد در اون زمان باید برده باشیم. حالا نمیخواییم برده باشیم. آپشن بعدی در اون زمان اینه که مثلا یک کشاورز ساده باشیم. کشاورزی که یک تیکه زمین کوچیک داره و خودش و خانوادهش روش کار میکنن. تنها ممر درآمدش هم همونه. البته فکر نکنید اونها صاحب اون زمینه. زمین ها مال ارباب هاست. ارباب ها کیان؟ اونهایی که زور دارن. شما فقط روی این زمین کار میکنید و یک بخور نمیری میبرید. در این دوران بچه‌ای که از آب و گل در اومده، یعنی از 5 سالگی رد میشه، خیلی خوششانسه. چون خیلی از بچه‌ها قبل از اینکه به 5 سالگی برسن میمردن. و یک چیز مهم دیگه این که مادرها هم در موقع زایمان خیلی هاشون میمردن. زن و بچه ها که را به را می مردن. مرد ها هم از صبح تا شب در درگیری ها و جنگ ها می مردن. در دوران تاریک امید به زندگی 25 سال بوده. یعنی کسی به 25 سالگی می رسیده می گفتن واو چه عمری کرده. اما در قرون وسطا کلن امید به زندگی 31 سال بوده. فکر نکنید که مردها میرفتن تو جنگ کشته میشدن. اول از این که هیچ مردی بدون شمشیر و زره نمیتونست بیاد بیرون. یعنی از خونه میرفتی بیرون شانس درگیر شدنت خیلی بالا بود. اونهایی که زورشون زیاد بود برای خودشون حکمم صادر میکردن. یه دفعه میبینی یک نفر رو گرفتن محکوم به اعدام کردن و جنازه‌ش آویزون میکنن تو راه که همه ببینن. بیشتر کسانی که به اعدام محکوم می شدن حکمشون جادوگری بوده. اگر کسی یک حرف علمی می زد فوراً می گفتن این ضد دین حرف زده و به اعدام محکومش می کردن و بیشتر مواقع اونها رو زنده زنده می سوزوندن. یکی از داستانهای جالبی که در اون موقع اتفاق می افته اینه که در سال 1600 میلادی جوردانا برونو فیلسوف ایتالیایی بعد از 8 سال که تو سیاه چاله های مخوف زندانی بود در شهر روم زنده زنده آتیشش زدن، فقط به خاطر اینکه گفتن اون ضد دینه. میگن وقتی برونو رو به یک ستون آهنین بسته بودن و دور تا دورش هیزم ریخته بودن که روشن کنن، اون هم آروم شده بود و قبول کرده بود که باید بسوزه و بمیره. اما یه دفعه یک اتفاقی میفته. یک پیرزنی میاد جلو که دستش یک هیزمه. میاد هیزمش رو میندازه تو هیزما و زیر لب میگه خدایا قبول کن. برونو یه دفعه منقلب میشه. مثل اینکه کار این زن تا مغز استخونش رو میسوزونه. اون فریاد میزنه به وزنه میگه لعنت بر این جهل مقدسه. که این حرف اون در تاریخ باقی مونده. حالا به ادامه زندگی در قرون وسطا برگردیم. گفتین که وقتی کشاورز باشی یک زمین کوچیک دستته و باید با خانوادت روش کار کنی. یک روز اگه تعطیل کنی نمیشه. اگر پسر داری هر موقع 7 سالش شد باید شروع کنه تو زمین کار. کسی که کشاورز می شد صبح تا شب با خانوادهش کار می کرد. کارهای سخت، شخم زدن، کندن، درست کردن، کاشتن، دوشیدن شیر گاو و کارهای سخت دیگه. ولی کسی که این شغل رو داشت یک عضو خوشبخت قرون وسطا بود، چون حداقل نباید بره بیرون به جنگه. ارباب ها هم تقریبا زمیناشون رو امن نگه می داشتن. ولی تضمینی نبود. یه دفعه دیدی یه روز اومدن همه رو کشتن و بردن. در هر صورت این کشاورز و خانواده باید مرتب کار کنن و هیچ تعطیلی هم وجود نداره. به جز چند تا روز ساله که اونم تعطیلات دینی مسیحیه. یک شنبه و جمعه و آخر هفته اینجا معنی نداره. قاره اروپا همینطوری که میدونید هم سرسبزه هم بارندگی زیاد داره و رودهای بسیاری در اون جریان داره. اما در اون زمان بزرگترین مشکل انسانها آب خوردن بوده. آب هیچ کدوم از این رودخونه ها، حتی آب هیچ چاهی قابل خوردن نبوده. یعنی هر کی میخورد مریض میشد میمرد. معمولا اکثر آدم ها تشنه میموندن یا همونطور که در ویدیوی دوران تاریکی گفتیم مشروب میخوردن. اما همشون ظرفایی تو هوای آزاد میذاشتن به امید اینکه بارون بیاد و توی اون ظرفا آب جمع بشه و اونو با خیال راحت بخورن.
این خوشبختیایی که برای شما بازگو کردیم مال بهار و تابستونه، اما وقتی پاییز از راه میرسید نگرانی تو جسم همه میدوید، چون میدونستن گرسنگی شروع شد، غذا به شدت کم میشده، تا آخر زمستون نصف وزن آدما کم میشده. شاید باور نکنید ولی واقعیت قرون وسطای اروپای پیشرفته امروز همین بوده. کشاورزهایی که در اون زمان خوش شانس بودن یک حیوان هم داشتن، بز، گاو یا گوسفند. اونها یک دونه از این حیوانا رو چشمشون میذاشتن، به قدری اونو مواظبت میکردن که مریض نشه، توریش بشه، چون تا وقتی زنده است بهشون شیر میده، لبنیات میده، اما وقتی که مرد همه چی تموم میشه، دیگه نمیتونی یه دونه دیگه جاش بذاری. اون زمان از هر جایی که رد میشدی میدیدی که خیلی ها دارن زمین رو میکنن تا مرده هاشون رو دفن کنن، یعنی مریضی و گرسنگی هر روز آدم میکشت. گفتیم که اون موقع اگر کسی 30 سالش میشد میگفتن خیلی عمر طولانی کرده. اگر یک کشاورز بودی با هر بدبختی شده بایستی همونجا میموندی، چون نمیتونستی در بری. اگر از حدود مرز ارباب که امنیت توش وجود داره خارج بشی، فوراً خودت و خانوادت رو میگیرم، همه رو میکنم برده. زن اگر جوون باشه میکننش برده جنسی، مردم برده کاری. پس یک کشاورز بایستی همونجا میمونده و تکون نمیخورده. حالا فکر کنیم یک کشاورز تونست از املاک ارباب بیاد بیرون و خودش رو سالم به یک شهر رسون. در اون موقع است که اون میفهمه تو بهش زندگی میکرده. شهر یعنی جهنم. مریضی 3 برابر. تمام شهر آشغال و جنازه پر شده. سوسکا و موشها آدم خور شدن. یعنی جنازه ها و آشغال ها غذای اونهاست و به خاطر همین مریضی بیداد میکنه. بیماری های واگیردار تو کل سطح اروپا از هر طرف میچرخه. تا اون میره وبا میاد، وبا میره آبله میاد و ده ها بیماری های دیگه. میدونید که در قرون وسطا یکی از کشنده ترین بیماری های واگیردار یعنی طاعون سیاه به تمام اروپا گسترش پیدا کرد و از اروپا به غرب آسیا و شمال آفریقا هم رسید. این بیماری 200 میلیون از جمعیت دنیا کم کرد، که این خودش یک کلیپ جداگونه میخواد. اگر یکی از اعضای خانوادت مریض بشه و به حال مرگ بیفته، دکتری وجود نداره، چون دین راه حلش رو پیدا کرده. در اون زمان بایستی میرفتی کلیسا و از کلیسا میخواستی که برای مریض دعا کنن. حالا اگر مریضی نمیکشته و تو شهر میموندی و جون سالم به در میبردی، دیر یا زود یک لشکر خیلی پرقدرت که برای لخ کردن شهر میومدن از راه میرسن. مرد که باشی حتما میکشنت، زن و بچه‌ها هم میبرن برای بردگی. هرچی در مورد این قرون وسطا بگیم تمومی نداره. از تفتیش عقایدش بگیم، از جهلی که به شدت حکم فرما بود بگیم، اگر بخوایم بگیم یک برنامه 2 ساعته هم کفاف نمیده. قرون وسطا از اواسط قرن 5 شروع میشه و تا قرن 15 میلادی ادامه داشته، دورانی که مثل یک جهنم بوده. با اینکه قرون وسطا تموم میشه ولی حاکمیت کلیسا سالهای سال ادامه پیدا میکنه تا قرن 17، حتی تا اوایل قرن 18 که آروم آروم کلیسا قدرتش رو از دست میده. در اون روزها به خاطر یک حرف غیر دینی دیگه آتیشت نمیزدن، ولی مردم بازم به شدت میترسیدن. مثلا وقتی چارلز داروین در سال 1830 نظریه فرگشت رو گفت، خودش هم گفت که من با این حرفی که دارم میزنم انگار دارم اعتراف به آدم کشی میکنم و ممکنه منو بکشن. اما اون به دلیل که انگلیسی بود و در انگلیس کلیسا آنچنان قدرتی نداشت، تونست زنده بمونه. به نظر شما چی باعث شد که اروپا از خواب غفلت بیدار بشه؟ لطفاً کامنت بدید.